به مردم شریف ایران نوید افتاری oh, درود بر شما رهروان راه آزادی به کانال مردمی آوای ایران خوش آمدید. امروز با خبر مهمی در ارتباط با خیزش دانشجویان و اساتید دانشگاه های ایران و همچنین موج نفرت و خشم در برابر بیعدالتی و تبعیض در برابر خواست اکثریت مردم در مورد هجاب اختیاری در خدمت شما هستیم. اما سرخط اخبار امشب. استاد دانشگاه تهران به سیم آخر زد روحانیت به اندازه یک سطل ماست مشروعیت دارد قیام دانشجویان علیه هجاب شکل گرفت قبل از مشروع این اخبار تصاویری ببینید از اعتراضات و اعتصابات در شهر سقز گزارش های منابع حقوق بشری است که بازاریان سقز در اعتراض به مسموم سازی دانش آموزان در این شهر دست به اعتصاب زدهاند این اعتصاب یک روز پس از اعتراضات گسترده مردمی در این شهر است که منجر به درگیری نیروهای امنیتی با معترضان شده و نیروهای حکومت به سمت مردم تیراندازی کردند. لطفا پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. استاد دانشگاه تهران به سیم آخر زد روحانیت به اندازه یک سطل ماست مشروعیت دارد قیام دانشجویان علیه هجاب شکل گرفت همزمان با تشدید فشارهای حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری در سطح جامعه، دانشجویان دانشگاه بهشتی و هنر تهران در اعتراض به سرکوب مخالفان حجاب اجباری توسط حراست این دو دانشگاه تجمع کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، در روز یکشنبه 20 فروردین در پی تهدید و سرکوب دانشجویان دانشگاه هنر تهران به بهانه حجاب اجباری، دانشجویان مقابل سردر این دانشگاه تجمع اعتراضی گزار کردند گزارش ها حاکیست که حراست دانشگاه هنر از صبح یک شنبه از ورود دانشجویان دختر که حجاب اجباری ندارند به دانشگاه جلوگیری و کارت دانشجویان ها را ضبط کرده است. نیروهای حراست همچنین به لباس برخی مردان دانشجوی ایراد گرفته و مانع ورود آنها به دانشگاه شده اند. در همین حال کانال تلگرامی شوراهای سنفی دانشجویان کشور از تجمع روز شنبه دانشجویان دانشگاه بهشتی در اعتراض به تهدید و سرکوب حراست به بهانه حجاب اجباری در دانشگاه خبر داد. به گزارش این کانال با بازگشت دانشجویان به دانشگاه ها پس از پایان تعطیلات نوروزی تذکر و تهدید از سوی حراست برای رعایت حجاب اجباری گسترده تر شده و پس از جمعوری میز و صندلی کتابخانه دانشگاه و محروم کردن دانشجویان از فضای مطالعه مشترک این بار حراست دانشگاه در اقدامی عجیب به دانشجویان دختری که شال بر سر داشتند تذکر داده و مقنع هدیه بر اساس این خبر دانشجویان این دانشگاه علیرغم فشار و سرکوب مداوم حراست روز 19 فروردین تجمع کردند و شعار نروسری نتوسری آزادی و برابری دادند سری آزادی و دانشگاه شهید بهشتی همجور میرن بالا و به هجاب همه گیر میدن تو کل محوطه دانشگاه و به بچه ها میگن که اگه تکرار بشه شرمنده تونیم از ادامه تحصیل در این میان شماری از کاربران مرد توییتر که خود را دانشجویان دانشگاه های مزبور معرفی کردند عکسهایی از خود با مغنعه در همراهی با دانشجویان زن معترض به هجاب اجباری منتشر کردند یک کاربر نوشته که روز یک شنبه حراست دانشگاه بهشتی حتی به یک دانشجوی محجبه ایراد گرفته که چرا زیر چادر رو سری صورتی پوشیده است سختگیریها برای اعمال هجاب اجباری بعد از آن صورت میگیرد که وزارت علوم روز 13 فروردین در آستانه بازگشایی دانشگاه ها در سال 1402 تهدید کرد دانشجویانی که تن به حجاب اجباری ندهند از خدمات در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحت نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری محروم خواهند شد در بوشهر نیز تشکل دانش آموزان انقلابی بوشهر و تشکل دانش آموزان انقلابی تهران در محکومیت تداوم حمله شیمیایی به مدارس بیانیه مشترک صادر کردند در این بیانیه آمده است این حملات که از قبل سازماندهی شده و با بازگشایی مدارس در سال جدید دوباره ادامه پیدا کرده اقدامی تلافی نسبت به مبارزات پرشور دانش آموزان انقلابی است که از همان ابتدای انقلاب زن زندگی آزادی با شعارهایی چون زن زندگی آزادی تکلیف خود را با حکومتی ضد زن و ضد انسانی مشخص کرده بودند در همین حال بیژن عبدالکریمی مدرس فلسفه در ایران با انتقاد از نحوه عملکرد روحانیت شیعه در ایران گفت که این نهاد دینی میخواهد با یک سطل ماست با سوژه مدرن مقابله کند توسل حکومت به این تهدیدات و محرومیت ها در شرایطی است که به گفته حقوقدانان چون این اقداماتی غیرقانونی بوده و سلب آزادی های شهروندان به شمار می رود در همین زمینه یک عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی نیز به مناقشه تهدیدات اخیر مبنی بر قطع خدمات عمومی آموزشی و بهداشتی و حمل و نقل و بانکداری واکنش با نشان داد مبارزات مدنی و فراگیر دختران و زنان ایرانی برای دستیابی به حق آزادی پوشش همچنان ادامه دارد. دکتر محمد حسین زارعی در یادداشتی تاکید کرده که اساسا صدور چنین اطلاعیه‌ای در حوزه صلاحیت و وظایف وزارت علوم نیست. این حقوقدان و مقام دانشگاهی تاکید کرده که عدم رعایت خدمات به کسانی که پوشش آنها دلخواه حکومت نیست، حاکی از نادانی و ناآگاهی از الفبای حکمرانی و حکمرانی آموزشی و اصول بنیادی شهروندی و اسناد حقوق بشری است که ایران نیز آنها را پذیرفته و تبدیل به قوانین ملی و داخلی شده است اقدامات قضایی و انتظامی علیه مخالفان حجاب اجباری از اوایل فروردین تشدید شده و بسیاری از ائمه جمعه، مقامات ارشد و حتی رهبر جمهوری اسلامی خواستار برخورد با افرادی شدهاند که به حجاب اجباری تن نمیدهند و یا از حق انتخاب پوشش آزادانه در جامعه حمایت می کنند. با این حال، دانشجویان در دانشگاه های مختلف کشور با پافشاری بر حق انتخاب نوع پوشش خود تجمعهای اعتراضی برگزار می‌کنند. روز یکشنبه نیز به رغم هشدار مندی کل انتظامی مبنی بر دادگاهی کردن افرادی که تن به حجاب اجباری نمیدهند تصاویر بیشتری از مقاومت مدنی حامیان پوشش اختیاری در سطح شهرهای مختلف ایران در شبکه های اجتماعی منتشر شد بیژن عبدالکریمی مدرس فلسفه در ایران با انتقاد از نحوه عملکرد روحانیت شیعه در ایران گفت که این نهاد دینی میخواهد با یک سطل ماست با سوژه مدرن مقابله کند در شرایطی که به باور این مدرس فلسفه جامعه ایران در حال فاصله از اسلام و تشیع است این استاد فلسفه دانشگاه روز یک شنبه با اشاره به نحوه برخورد آتش به اختیاری با زنانی که حجاب اجباری را از سر برداشتن عنوان کرد که روحانیت ایران دچار یک تأخر تاریخی است و سوژه مدرن را درک نکرده به همین دلیل است که روحانیت میخواهد با سطل ماست با این سوژه روبرو شود او تصریح کرده که روحانیت شیعه در ایران بران است تا با تازیانه و خلاصه کردن متولی امر به معروف و نهی از منکر در یک نهاد با یک رویداد تاریخی مانند مقاومت مدنی معترزان در برابر حجاب اجباری مقابله کند این صحبت های آقای عبدالکریمی در حالی مطرح می شود که در ماه های گذشته تصاویر متعددی از درگیری کلامی و فیزیکی حامیان حجاب اجباری که از آنان با عنوان آمران به معروف نام برده می شود در شبکه های اجتماعی منتشر شده است یکی از این موارد مربوط به حمله یک بسیجی با سطل ماست به یک مادر و دختر در شاندیز مشهد بود که موج گسترده از واکنش ها در شبکه های اجتماعی و حتی انتقاد چهره ها و نهادهای حکومتی را در پی داشت بیژن عبدالکریمی که در نشست دینداری و دینگوریزی در ایران امروز سخنرانی می گفت که نه تنها در فضاهای روشن فکری بلکه در تک تک خانه های ما شک جان گرفته و مناسبات اخلاقی و خانوادگی روابط جنسی و روابط اجتماعی تغییر یافته است او تاکید کرد که جامعه ای ایرانی در حال یک پوست اندازی عمیق تاریخی و فاصله گیری از میراث تاریخی اسلام و تشیع است و به اقلانیت جدید سکولاریسم و نهیلیسم حاصل از آن روی آورده است این استاد فلسفه در پایان یادآور شده که بدترین خطا برخورد پلیس امنیتی با این شکاف تمدنی است و تصریح کرده چقدر زشت است کسانی بخواهند به زور شمشیر و ترس دین را ترویج دهند نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بر لزوم استفاده از دوربین های راهنمایی و رانندگی شهری برای شناسایی و معرفی عوامل مسمومیت دختران دانش آموز به جای تحمیل هجاب بر زنان تاکید کرد. موین دین سعیدی در واکنش به خبر استفاده از دوربین های شهری برای شناسایی زنان و دخترانی که تن به هجاب اجباری نمی به ایلنا گفت اگر این دوربین ها تا این اندازه میتوانند کشف جرم انجام دهند چرا ما در حال حاضر با مسمومیت دختران که اخیرا موج دومش هم آغاز شده روبرو رو هستیم تصریح کرده متاسفانه یکی از چالش ها و آسیب های کشور همین نگاه برخی از تندروها به موضوعات و مسائل کشور است مرکز اطلاع نیروی انتظامی روز 19 فروردین اعلام کرده بود که پلیس از سیستم های هوشمند برای برخورد با معترضان به حجاب اجباری استفاده می کند رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیز روز یک شنبه تایید کرد که دوربین های ثبت جرایم رانندگی موارد کشف حجاب را هم ثبت می کند. آقای سعیدی با اشاره به این اظهار نظرهای مسئولان نیروی انتظامی افزوده اگر میخواهیم از ظرفیت های استفاده کنیم اولویت حوزه های نظامی و انتظامی را در جهت مسائلی مانند بزهکاری، دزدی، کیفقاپی، زورگیری و مسمومیت دختران دانش آموز بگذاریم استفاده از دوربین های شهری برای موارد امنیتی و سرکوب پدیده جدیدی در جمهوری اسلامی نیست پیشتر در بولتن خبری هک شده از خبرگزاری حکومتی فارس آمده بوده که جمع مستندات علیه معترضان بازداشت شده از قبیل فیلم و تصاویر با استفاده از دوربین های پلیس راهبر آغاز شده و فیلم های زیادی از دوربین های مداربسته استان ها تخریه شده و در دست بررسی است.